مسئولان مرکز جهانی آیت الله لزما شیرازی به همراه دوازده مرکز اسلامی اهل تسنن دیداری با مسئولان وزارت بهداشت کانادا برگزار کردند. به همت مرکز جهانی آیت الله لزما شیرازی و بنیاد اسلامی اهل تسنن کانادا نشستی زنده به صورت آنلاین با شرکت دوازده مرکز اسلامی دیگر اهل تسنن با مسئولان وزارت بهداشت کانادا برگزار گردید. در این نشست هر مرکز گزارشی از چگونگی برگزاری مراسم مذهبی در مراکز خود را با توجه به وجود ویروس کرونا ارائه کرده و مشکلات موجود و رعایت امور بهداشتی مورد بررسی قرار گرفت. کلیه مراس... مراکز اعلام کردند که مراکزشان تعطیل است و مراسم مذهبیشان را به صورت آنلاین از منازل خود انجام می‌دهند. و تنها مرکزی که اعلام نمود باز است و مراسم مذهبی خود را با رعایت امور بهداشتی و قوانین دولت از نظر تعداد افراد در خود مرکز و آنلاین برگزار می کند و به مشکلات جامعه نیز رسیدگی می کند مرکز جهانی آیت الله لزما شیرازی است نکته قابل توجه این است که طی این مدت هیچ کدام از افرادی که در مراسم برگزار شده توسط مرکز جهانی آیت الله را شیرازی شرکت کردند به همدلله مبتلا به این ویروس نشدند در این نشست آنلاین همچنین درباره ماه مبارک رمضان و چگونگی برگزاری مراسم ویژه این ماه از افتار گرفته تا مراسم نیایش و شبهای قدر مورد بحث و گفتگو قرار گرفت در نتیجه این نشست مجوز برگزاری مراسم با شرکت 25 نفر در هر سالن مردانه و زنانه صادر شد که جمعا 50 نفر خواهد بود در ضمن اعلام شد که برای ماه مبارک رمضان اگر شرایط بهتر بود این تعداد به 250 نفر افزایش خواهد یافت و یا همچنین ساعت ممنوعیت رفت آمد از و نیم شب نه شب را برای مرکز جهانی آیت الله شیرازی به دوازده و نیم شب تغییر خواهد کرد در این نشست همچنین نحوه واکسن زدن از نظر سنی و شرایط آن توسط مسئولان وزارت بهداشت کانادا به صورت مفصل شهر داده شد در این نشست دکتر علی رضا اسخری به نمایندگی از مرکز جهانی آیت الله شیرازی شرکت کرده بود